سود سپرده دادیم به سرمایه گذاران محترم، درجا رفته ملک، طلا، دلار خارج از ایران. کارشناس رسمی دادگستری رسما دزدی کرده با کمک مدیریت بانک. علت العلل همه این مشکلات فساد شبکه بانکیه، به خصوص در بانک‌های خصوصی. به بانک بگو بانک حق نداری زیان بگی. یعنی چی؟ یعنی حق نداری پول رو ارزان‌تر از اون چیزی که خریدی بفروشی. کافیه یه بانک سر برج نتونه به یک نفر بهرهشو بده، میپاشه اقتصادی کشور. ولی مسئله فساد حاکمیتی در جمهوری اسلامی، چون بیشتر این بانک‌ها بانک‌های حکومتی هستند و اینها مکانیزم‌های غارت سازمان یافته ملت ایران، اینا برای مقابله با کرونا پول چاپ کردن، ریختن تو بازار. این دزدیه. من بزرگترین منبع دزدی در ایران رو شبکه بانکی میدونم. چرا یه مش دکتر مهندس تو شبکه بانکی اینو نمیفهمم؟ چرا؟ خب برای اینکه منفعت دیگه. نرخ بهره وقتی کنترل شده است، نرخ تورم بالاتره، هر کی بانک درست کنه، هیچ بتونه مجوز بانک بگیره، انگار یک رانت 10,000 20,000 30,000 میلیارد تومانی از دولت گیره. حالا الان دیگه نمیشه، الان دیگه پول نداریم به اندازه کافی، منابعی وجود نداره، کفکی خورده به ته. الان باید بیاین سیستم رو نجات بدیم. معادل 14% کل نقدینگی تولید شده از ابتدای تاریخ تأسیس شبکه بانکی تا دیماه 96 بود. باور میکنی این عددو؟ یه نفر ظرف 3 سال با تأسیس یک بانک بتونه 2 تا 3 میلیارد دلار رانت ببره. یه نفر. موجودی ذخایر ارزی بانک مرکزی اسکناسش چندین برابره تابستان 98. این ناترازی رو در وهله اول شما حل کن و در وهله دوم، یعنی بخش مهمی از مکانیسم خلق پول یهو از کار میفته. در تورم کوچکترین تفسیری متوجه 85 میلیون من از ابتدا مخالف برجام نبودم. سرمایه هایی وارد کشور شد، حالا نه به شکل سرمایه گذاری. هیچی آقا، نه به شکل سرمایه گذاری. دروغ گفته بهتون، هر کی گفتی به شکل اگر اجازه بدید به شکل پول نقد که وارد کشور شد. ابدا. یا کجا پودون پول را؟ شما میگید که این ملت له داره میشه، من میگم آقا این ملت داره زیر بار سوء مدیریت و فساد له میشه. ببین اینقدر این دستگاه فاسد شده که بدون ایجاد روزی 5,000 میلیارد تومان نقدینگی نمیتونه ادامه حیات بده. همش هم کسی بودجه نیست، یک سومش کسی بودجه، بقیهش عین دزدیه، عین دزدیه. یعنی عین یه معتادی که حاضر اموال ننشو، باباشو، فرششو، زندگیشو، بچه‌هاشو بفروشه، خرج اعتیادش کنه. سیستم جمهوری اسلامی الان افتاده به این روز که این کارا داره انجام میده با نه از طریق چاپ نقدینگی. من میگم ربط این به برجام چیه؟ شوخی از نظر من تو کشوری با این آمار فرار سرمایه، حرف از درآمد نفتی زدن. بشکه‌ای که ته نداره اصلا مهم نیست چقدر توش آب می‌ریزی. این بشکه ته نداره، سوراخ چه نیست که اصلا ته نداره پدرسه. من معتقدم هیچ چیزی جز لوله توپ نمیتونه ضامن ثبات شما بشه، فقط در شرایطی که بتونید اون لوله توپ رو بخرید. خریدین، خبر دارم بدید. تموم شد. دیگه مهمترین بند هر توافق و قراردادی لوله توپه. تو این شرایط بهتره ما توی تنش باشیم یا توی آرامش؟ معلومه که توی آرامش، ولی این آرامش من بحثم با شما اینه که از لوله توپه در میاد، نه از توافق. کشوری که 17 میلیارد متر مکعب گاز آتیش میزنه توی سر چاهاش، این کشور مشکل واردات و صادرات و این حرفا نداره، مشکل مدیریت داره. که تا ما اومدیم مسئله‌مون رو با حکومت حل کنیم، آمریکا یه رادیکالیسم تزریق کرده تو ایران، کل بساطو به هم ریخته. به قول آقای حجاریان جمله قشنگ میگه، گفت یه ذره اونا عرق میخورن، یه ذره ما نماز شب بخونیم، به تفاهم میرسیم. خیلی جمله قشنگه. الان به ما میزنن و میگن چرا رسیدی اینجا؟ تاریخو که از تنباد بخونی که برادر از سرش بخونه اگه میخوای بخونی. فرمودید سفر ژئوپلیتیک، او یا منظور شما بمب اتم یا توانایی ساختن. من مخالف یک توافق شرافتمندانه بین ایران و ایالات متحده آمریکا نیستم و برجام اول رو که آقای ظریف و آقای روحانی امضا کردن یک توافق شرافتمندانه میدونستم و الانم میدونم، ولی مسئله اینه که ایالات متحده به اون پایبند نبود و
در آینده هم پایبند نخواهد بود. اگر شما این 500-600 کیلو 400 کیلو نمیدونم چقدره، من مسئله فنیشو نمیدونم، اورانیوم غنی شدتون رو بدید، به قول قرآن مغلولت الید کنید خودتون رو در مقابل آمریکایی ها و دو سال بعد دوباره روز از نو روزی از نو، بار ما با این مسائل بار نمیشه. این از نظر خود برجام و صحنه بین المللیشه. از نظر داخلی من مسئله ایران رو در داخلش میدونم. من معتقدم آخرین باری که تحولات بین المللی روی ایران اثر تعیین کننده گذاشته، لطفاً دقت کنید و من واژه‌ها رو با دقت مطرح میکنم، آخرین باری که یک تحول بین المللی روی ایران اثر تعیین کننده داشته جنگ جهانی دوم بوده. من حتی کودتای 28 مرداد 1332 رو اساسش رو داخلی میدونم نه خارجی. کودتایی که با 50,000 دلار بدید به فواحش و 45,000 دلارش هم اختلاس بشه، با 5,000-6,000 دلار دولت ملی مصدق و سرنگون کنه، یه جاییش مسئله داشته اون دولته که با این عدد اومده پایین و بنابراین اصلش داخلی بوده. ولی تو جنگ جهانی دوم بله جدی بود. بنابراین ما مسئله اصلیمون در داخل، من همه حرف من اینه، من اقتصاد رو فرعی نمیدونم، تناقضی هم ندارم. من میگم حل این هشدار رو به تمام حضار این در واقع اتاق محترم دارم میدم، به تمام امت شهید پرور، به همه ملت ایران میدم که برجام پیشبینی خود من اینه که امضا خواهد شد به هر شکلی، با هر کیفیتی، با هر امتیاز دو جانبه‌ای امضا خواهد شد و شما بعد از یکی دو سال خواهید دید که تحول جدی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد مگر اینکه ما روش حکمرانیمون رو در داخل عوض کنیم.